سلام و درود میگم خدمت همه دوستان. امیدوارم مثل همیشه خوب و سرحال باشید. در سال 1966 در یکی از شهرهای کوچک صربستان و در محله‌ای فقیرنشین اتفاقی افتاد که تن مردم این کشور را به لرز انداخت. حتی کسانی که تا به آن روز با بدترین جنایت‌ها در صربستان دست و پنجه نرم کرده بودند، نمی‌تونستن باور کنن کنار گوششون چنین فاجعه هولناکی رخ داده. این جنایت که از 5 سال پیش شروع شده بود، به شکلی تصادفی کشف شد و اگر اون روز لوله آپارتمانی که یک قاتل جانی در اون زندگی می‌کرد، نش نمی‌کرد، ممکن بود دامنه جنایت‌ها تا مدت‌ها بعد ادامه پیدا کنه. در این برنامه با ما همراه باشید تا پرونده الکساندر سپاستسف، فرزند شیطان در زمین رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز، اگر تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جان نمونید. آن روز صبح، همسایه طبقه زیرینه خانه الکساندر سپاستسف متوجه شد سقف خونش نشت کرده. او بلا فاصله یک لوله کش خبر کرد تا مشکل رو حل کنه. لوله کش به صاحب خانه گفت مسئله مربوط به ترکیدگی لوله طبقه بالاست. همسایه از شنیدن این موضوع اوقاتش بدجوری تلخ شد. اون خونه متعلق به زنی بد اخلاق و عبوس بود که پسرش الکساندر هم مدتی با او همخانه شده بود. به جز سر و صدای دوبرمن دروش جسه الکس که ترس به جان اهالی ساختمان میانداخت، مادر و پسر هم چندان اهمیتی به آرامش آپارتمان نمیدادن. همسایه ها طی سالها متوجه شده بودند که چاره‌ای جز تحمل صدای ناهنجار موسیقی را که وقت و بی وقت از آن بالا به گوش میرسد ندارند و به علاوه باید بوی بدی که گاهی از آنجا نشت میکند را هم به جان بخرند. آنها چند باری صدای ناله های مشکوکی را از آن طبقه شنیده بودند، ولی چون حس می کردند الکس تعادل روانی ندارد و هر لحظه مثل سگش آماده ی حمله به بقیه است، موضوع را با مادرش در میان گذاشته بودند. لودمیلا، مادر الکس، به همسایه ها گفته بود او و پسرش زندگی سختی را پشت سر گذاشتند. به گفته لودمیلا، پدر الکس مردی بود به شدت بد اخلاق و وحشی که خانواده‌اش را تا مرز جنون کتک می‌زد و الکس مجبور شده بود مدتی را در یک بیمارستان روانی بستری شود. برای همین همسایه‌ها فکر می‌کردند این ناله‌ها صداهای ناهنجاری است که الکس موقع برهم خوردن تعادل روانیش از خودش بروز می‌دهد. اما یکی از ساکنان آپارتمان که فهمیده بود لودمیلا مدتی را در زندان گذرانده، چندان به او خوشبین نبود و برای همین کل اتفاقاتی را که مربوط به آپارتمان الکس و مادرش میشد به پلیس گزارش داد. ماموران پلیس قول بررسی دادند ولی خبری نشد. اولین گزارش مربوط به سال 1991 میلادی بود و تا سال 1996 که لوله کش در آپارتمان الکس را زد، چندین بار دیگر همسایه‌ها مسئله را به شکل‌های مختلف به پلیس گزارش دادند، ولی کسی برای پیگیری شکایت‌ها به سراغشان نیامد. به این ترتیب بود که آنها ترجیح دادند دیگر به این مزاحمت‌های همسایه‌شان توجهی نکنند و به نوعی با آن کنار آمدند. اما در آن روز همسایه تصمیم گرفت و همراه لوله‌کش به سراغ الکس برود. مسئله دیگر فقط به او مربوط نمی‌شد. ساشا باید مشکل ترکیدگی لوله را حل می‌کرد. آنها چند دقیقه‌ای پشت در منتظر موندند. ولی وقتی خبری نشد، لوله‌کش گفت که اگر بیشتر از این صبر کنن، سقف فرو می‌ریزه. در نتیجه اونها در رو شکوندن و وارد خونه شدن. به محض ورود، هر دو مرد سر جاشون خشکشون زد. امکان نداشت صحنه‌ای رو که می‌دیدن واقعی باشه. هر دوشون آرزو می‌کردن ای کاش یه نفر از گوشه بیرون بیاد و بگه اونجا محل فیلمبرداری یک فیلم وحشتناکه. ولی این اتفاق نیفتاد. اونها به خونه شیطان پا گذاشته بودند. آخرین قربانی.
به محض اون که دو مرد به خودشون مسلط شدن به پلیس زنگ زدن. اونها چنان پریشان و بدحال بودن که پلیس رو مجبور کردن به سرعت در صحنه جنایت حاضر بشه. خیلی طول نکشید که ماموران پلیس هم به همون حال دچار شدن. دیوارهای خونه مملو از لکه های خون بود. دختری که تمام بدنش با چاقو تیکه تیکه شده بود، بی جان روی کاناپه افتاده بود. قفس بزرگی در گوشه سالن خودنمایی می کرد که به نظر می رسید برای نگهداری یک انسان ساخته شده باشه. اما این تمام ماجرا نبود. پلیس در هنگام بازرسی خونه به آشپزخونه رسید. جایی که جنایت به اوج خودش رسیده بود. اجساد تکه تکه دختری جوان در گوشه ای از خونه افتاده بود. اما گویا قرار نبود این کابوس تموم بشه. ماموران پلیس در تنها اتاق خانه سگ دوبرمن الکس رو دیدن، در حالی که مشغول خوردن غذا بود. لازم نبود زیاد تلاش کنن تا بفهمن که این سگ چه چیزی رو به دندان گرفته. وضعیت به حدی اسفبار بود که یکی از ماموران پلیس به خاطر بدحالی به همراه دختره که بینوای رو به مرگ راهی بیمارستان شد. ماموران دریافتند که الکس به محض شنیدن سر و صدای لوله‌کش و همسایه پایینی از بالکن پا به فرار گذاشته بود. ماموران بلافاصله به سراغ لودمیلا رفتند تا او را دستگیر کنند. دخترکی که نیمه جان به بیمارستان رسیده بود اولگا نام داشت و فقط 15 سال سن داشت. پزشکان تمام سعی خودشان را کردند تا دختر را زنده نگه دارند. هرچند شدت خونریزی او به حدی بود که چندان امیدی به بهبودش نمی رفت. در این فاصله پلیس لودمیلا رو مورد بازجویی قرار داد. او به دیوانگی پسرش اعتراف کرد و گفت نمی داند در خانهش چه اتفاقی افتاده، چون از صبح برای کار به کارخانه‌ای در حومه شهر می رود و گاهی هم شبها پیش یکی از دوستانش می ماند. لودمیلا گفت که الکس گاهی واقعا ترسناک می شده، به حدی که او هم جرأت نمی کرده کنارش بماند. پلیس راجع به سابقه بیماری روانی الکس سوال کرد و لودمیلا گفت که او مدتی در یک مرکز روانی بستری بوده. ماموران بلافاصله با استفاده از اطلاعاتی که لودمیلا به آنها داده بود فهمیدند الکس قبلا به جرم قتل دوست دختر نوجوانش دستگیر شده. او دختره که بینوارا با ضربات چاقو در خانه خودش از پا درآورده بود. وقتی پلیس برای اولین بار او را دستگیر کرد، متوجه شد که الکس چندان تعادل روانی ندارد. برای همین بود که از او آزمایش‌های دقیقی به عمل آمد و مشخص شد از اختلالات شدید روانی رنج می‌برد. در نهایت دادگاه او را به 3 سال زندگی در یک آسایشگاه روانی محکوم کرد و این چنین بود که یک قاتل بلفطره با اهمال دستگاه قضایی 3 سال بعد دوباره برگشت تا جنایت‌هایش را از سر بگیرد. با وجود اطلاعات لودمیلا نمی‌شد فهمید که الکس در حال حاضر کجاست. آنها امیدوار بودند اولگا به هوش بیاید تا شاید سرنخی تازه برای دستگیری این جانی روانپریش پیدا کنند. اولگا بالاخره با تلاش پزشکان به هوش آمد و چیزی گفت که پلیس دوباره در شوک عمیقی فرو رفت. اولگا به زحمت توضیح داد که او و 2 دوست دیگرش برای کمک به لودمیلا که نمی توانست سبد خریدش را از پله ها بالا ببرد، او را تا آپارتمان همراهی کردند و بعد الکس آنها را در دام انداخته است. اولگا در حالی که منقلب شده بود تعریف کرد که الکس آنها را در قفس نگهداری می کرده و همراه مادرش او و دوستانش را شکنجه می کرده است. به این ترتیب معلوم شد دستان لودمیلا هم به خون آغشته است. اولگا تنها 17 ساعت بعد از به هوش آمدن برای همیشه به کام مرگ رفت. اعترافات تکان دهنده. با این سرنخ تازه پلیس بلافاصله لودمیلا رو تحت فشار قرار داد تا به جرمش اعتراف کنه. اون باز هم خودش رو به موش مردگی زد و گفت تمام این کارها را از ترس جونش انجام داده. لودمیلا گفت که اغلب به سراغ کودکان ولگرد و بیخانمان می رفته تا خطر پیگیری پلیس رو از خودشون دور کنه. پلیس بلافاصله به پرونده های کودکان مفقود شده مراجعه کرد. آمار تکان دهنده بود. نزدیک به 80 کودک بیخانمان از سال 1991 تا سال 1996 گم شده بودند.
لودمیلا همچنین اعتراف کرد باقی مانده استخوان‌های کودکان رو در رودخانه ای می‌ریخته که در نزدیکی محل کارش قرار داشته. پلیس تازه متوجه شد استخوان‌هایی که گهگاه از اون رودخانه کشف می‌شده متعلق به قربانیان الکس بودن. با همه اینها لودمیلا نتونست اطلاعات مناسبی درباره محل اختفای پسرش بده. افکار عمومی با شنیدن این فاجعه هولناک در بهت فرو رفته بودند. پلیس برای پیدا کردن الکس بسیج شد و به موازات اون تمام آپارتمان برای یافتن مدارک بیشتر تفتیش شد. در میان مدارک جرم کشف شده، دفترچه خاطراتی نیز پیدا شد که متعلق به الکس بود. او 19 قتل رو با جزئیات کامل در دفترچه خاطراتش شرح داده بود. خیلی طول نکشید که الکس در حین تعرض به یک زن دستگیر شد. حالا تمام سربستان منتظر بود تا بفهمه عاقبت اون دو شیطان به کجا ختم میشه. بررسی‌های پلیس ماه‌ها به طول انجامید. مدارک موجود در خانه لودمیلا که شامل نمونه‌های دی ان ای و لباس‌های مختلف بود، نشون میداد تعداد قتل‌ها بیش از اون چیزیه که الکس در دفترچه خاطراتش نوشته. همون عدد نفرت انگیز 80 اینجا هم خودنمایی میکرد. با همه اینها الکس حاضر نشد به قتل‌های بیشتر اعتراف کنه. لودمیلا نیز مشارکت در قتل رو انکار کرد و تنها فریب دادن کودکان رو برای کشاندن به قتلگاه گردن گرفت. بررسی پرونده الکس و مادرش نزدیک به 3 سال به درازا کشید. سرانجام دادگاه تشخیص داد الکس قاتل زنجیره‌ای بسیار باهوشیه که از ابتدا جانی بلفتر زاده شده و طبق قانون باید دوباره به مرکز نگهداری بیماران روانی خطرناک فرستاده بشه. او هم اکنون در این مرکز نگهداری میشه و اغلب وقت خودش رو به خواندن فلسفه و سرودن شعر میگذرونه. لودمیلا به خاطر تمام جرم‌هایی که مرتکب شده بود به 13 سال حبس محکوم شد و بعد از اون معلوم نشد سرنوشتش به کجا کشید. اگرچه این ماجرا با دستگیری متهمان به سرانجام رسید، اما مردم سربستان حاضر نشدن کمکاری پلیس که افکار عمومی رو جریحه دار کرده بود ببخشند. امروز لودمیلا مدت حبسش رو گذرونده و حالا داره آزادانه در سیبری زندگی میکنه. الکس هنوز در مرکز روانی به سر میبره. او یک بار سعی کرد که مغزش رو به یک مرکز تحقیقاتی بفروشه تا بعد از مرگش روی اون تحقیقات انجام بدن و به ازای اون پولی رو قبل از مرگش از این مرکز تحقیقاتی دریافت کنه تا بتونه هزینه خرید سیگار و لوازم مورد نیاز خودش رو در بیمارستان روانی بپردازه. طبق گفته پلیس درسته که الکس به 19 قتل اعتراف کرده و متهم شده، ولی به احتمال زیاد و بر اساس مدارک کشف شده او بیش از 80 قتل رو مرتکب شده. به نظر شما چی میشه که یک انسان تبدیل به چنین موجودی میشه؟ آیا اگر شما قرار بود الکس رو مجازات کنید، چه حکمی در موردش صادر میکردید؟ پاسختون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی، آرامش و شادی روزافزون رو دارم. پاینده باشید.